سلام دوستان به کلاس درس خوش اومدید امروز میخوایم با همدیگه بحث در مورد یکی از ترین مباحث فیزیک یعنی مکانیک کوانتومی رو شروع بکنیم خب من خودم قبل از اینکه مکانیک کوانتومی رو یک کمی یاد بگیرم فکر میکردم که این یکی از اون مباحث خیلی خیلی پیشرفته و عجیب قریب توی فیزیک هستش که فقط کسایی که دارن توی مرزهای مثلا فیزیک و شیمی تحقیقات میکنن ازش سر در میارن و فکر میکردم واقعا هیچ رب تی مکانیک کوانتومی به زندگی روزمره ما نداره اما بعد که یک کمی یاد گرفتم مکانیک کوانتومی رو دیدم که نه اصلاً اینجوری نیست اتفاقاً خیلی از پدیده های ساده توی زندگی روزمره هستند که وقتی آدم مکانیک کوانتومی رو یاد میگیره میبینه که چه توجیهات جالبی پشت سرشون وجود داره خب بیاد چند تا مثال از اینا ببینیم ببینیم واقعا اگر ما مکانیک کوانتومی رو یاد بگیریم چه پدیده رو میتونیم بهتر بفهمیم شاید تعجب کنید اگه چند تا از اونا رو ببینید که به مکانیک کوانتومی ربط دارن مثلا رنگی که مواد مختلف دارن اینکه هر ماده ای چه رنگی داره توجیه دقیقش با استفاده از مکانیک کوانتومی هستش یا مثلا یه پدیده جالب دیگه ای که همیشه میبینیم دیدید که خیلی از مواد مخصوصا فلزات رو اگر حرارت بدیم یه رنگی از خودشون یه نوری که رنگ خاصی داره از خودشون متساعد میکنن پس رنگ مواد مختلف در اثر حرارت این هم یکی از اون پدیده هایی هستش که توجیه دقیقش با استفاده از مکانیک کوانتومیه ما یه استادی توی دانشگاه داشتیم که به شوخی میگفت من باید دو ترم به شما مکانیک کوانتومی درس بدم تا تازه بتونم توضیح بدم که لامپ چجوری کار میکنه همین لامپی که همه توی خونه همون استفاده میکنیم و واقعا هم راست میگفت اگه واقعا بخوایم بفهمیم که این لامپ توی خونه چجوری کار میکنه من یه لامپ اینجا بکشم واقعا باید مکانیک کوانتومی بلد باشیم خب دیگه چیا هستش تو زندگی روزمرهمون؟ خب همه ما مثلا از کامپیوتر استفاده میکنیم که توی کامپیوتر ریز پردازنده های وجود دارن یا همون سی کامپیوتر ریز پردازنده یا مثلا حافظه های مغناطیسی که توی کامپیوتر ما استفاده میشه حافظه مغناطیسی، اساس کار اینا هم با استفاده از مکانیک کوانتومی میشه توضیحش داد مثلا حافظه های مغناطیسی از یک خاصیتی از الکترون ها به اسم اسپین الکترون استفاده میکنن که بعدا که یه خورده مکانیک کوانتومی با هم یاد گرفتیم میفهمیم که اسپین چیه و چطوری میشه ازش استفاده کرد برای درست کردن حافظه های مغناطیسی یا مثلا مثال دیگه خیلی خیلی روزمره تر اینترنت هستش خیلی از شما که الان دارید این ویدیو رو میبینید احتمالا پای اینترنت نشستین رو دارید میبینید و خب اطلاعاتی که توی اینترنت رد و بدل میشه یه بخش عظیمیش با استفاده از سیستم های مخابرات نوری هستش یعنی فیبر های نوری هستن که این اطلاعات رو جابجا جا میکنن و فرستنده ها و گیرنده هایی که این سیستم ها دارن یعنی فرستنده ها و گیرنده های نوری همه بر اساس معادلاتی کار میکنن که از مکانیک کوانتومی به دست اومده پس ببینید که توی زندگی روزمره ما از رنگ مواد گرفته تا لامپ تا حافظهای که توی کامپیوترمونه تا اینترنتی که ازش استفاده میکنیم همه توجیه دقیقش از مکانیک کوانتومی میاد پس خیلی جالب خواهد بود برای ما یاد گرفتن مکانیک کوانتومی خب حالا یه بحث دیگه که در مورد مکانیک کوانتومی هست که همه قبل از اینکه یادش بگیرن فکر میکنن فکر کنن که خیلی بحث پیچیده و سختی هستش یادگیریش خب این یه جورایی درسته و یه جورایی غلطه یعنی مکانیک کوانتومی یه تناقضی توی خودش داره که در عین اینکه خیلی ساده هست واقعا هم پیچیدگی های خاصی داره یعنی هم ساده است و هم پیچیده حالا این حرفی که من زدم یعنی چی هستن مگه میشه یه چیزی هم ساده باشه هم پیچیده ببینید این سادگیش از کجا میاد سادگیش از این میاد که شما واقعا اگر بخواید مسائل متوسط مکانیک کوانتومی رو حل بکنید یا بفهمید اطلاعات خیلی عجیب غریبی نمیخواد داشته باشید یا پیش عجیب غریبی نمیخواد داشته باشید یه کمی مشتق و انتگرال مثلا باید بلد باشید مشتق و انتگرال یه کمی جبر خطی باید بدونید و یه کمی هم معادلات دیفرانسیل خب اینا رو که گفتم نگفتم که بترسونمتون. واقعا در حد خیلی ساده اگر اینا رو بلد باشید میتونید که مسائل ساده تا متوسط مکانیک کوانتومی رو بفهمید و حل بکنید. و نگرانم نباشید اگر این چیزها رو نمیدونید. ما کم, کم کم که با هم دیگه جلو میریم هر پیش ای که لازم باشه رو با هم یاد میگیریم و میسازیم. اما پیچیدگی مکانیک کوانتومی از کجا میاد؟ پیچیدگیش از اون مفهوم واقعیش میاد. که واقعا این معادلاتی که ما داریم می نویسیم یا این مسائلی که داریم حل می کنیم اون مفهوم پشتشون چیه مثلا سوالات فلسفی خیلی زیادی برای آدم مطرح میشه وقتی که مکانیک کوانتومی رو داره میخونه و یاد میگیره و واقعا فقط برای ماها که دانشجو یا دانش آموز هستیم این سوالات پیش نمیاد برای واقعا کسایی که بزرگترین دانشمند های مکانیک کوانتومی هستن هم همیشه این سوالات بوده و این پیچیدگی ها بوده مثلا نیلز بور که از بزرگترین فیزیکدانان دنیا و از پیشگامان مکانیک کوانتومی بوده میگه که اگر وقتی که دارید مکانیک کوانتومی میخونید واقعا احساس سردرگمی نمی کنید بدونید که نفهمیدیدش یا مثلا یکی از دانشمندان خیلی بزرگ ریچارد فاینمن ریچارد فاینمن یه حرف خیلی جالبی در مورد مکانیک کوانتومی میزنه میگه که من تقریبا به جرئت میتونم بگم که هیچ کس نیست که مکانیک کوانتومی رو بفهمه خب وقتی این حرف رو آدم میشنوه از همچنین آدم های بزرگی خیالش یه مقدار راحت میشه یعنی اگر پیچیدگی حس کردید تو مطلب و یه جاهایش احساس سردرگمی کردید کاملا طبیعیه اصلا نباید سرخورده بشید ولی هر چقدر که آدم بره جلوتر و بیشتر یاد بگیره اون پیچیدگی ها هم کمتر میشه خب از یه جهت مکانیک کوانتومی یکی از بزرگترین دستاورت های فکری دانشمندان توی قرن بیستم بوده چرا؟ به خاطر اینکه مکانیک کوانتومی بعد از اینکه کش شد و یه مقداری پیشرفت پیدا کرد باعث یک سری تغییر اساسی توی ساختار فکری دانشمندان شد یعنی باعث شد که یک ساختار شکنی هایی توی چارچوب فکری دانشمندان رخ بده منظور من از این چی هستش میتونم چند تا مثال براتون بزنم مثلا توی فیزیک کلاسیک مسئله اندازه و دونستن خواست اجسام مختلف یه مسئله حل شده ای بود مثلا وقتی یک جسمی داشت حرکت می کرد توی فیزیک کلاسیک این سوال کاملا سوال عادی بود که مثلا ما بپرسیم تکانه این جسم و مکانش چی هستش و ما, ما میتونستیم بگیم خب تکانه و مکانش رو همزمان اندازه گیری میکنیم تکانش برابر حاصل ضرب جرمش در سرعتش هستش و مکانش هم از یه بردار x و y و z به دست میاد اما بعد از کشف شدن مکانیک کوانتومی معلوم شد که این سوال واقعا بهش نمیشه جواب داد مثلا اگر این جسمی که داره حرکت میکنه یک الکترون باشه شما اگر از یه فیزیکدان که مکانیک کوانتومی بلده بگید خب تکانه و مکان این در یک لحظه تی مساوی تی چقده جوابی که به شما میده اینه که نمیدونم من میتونم تکانش رو برای شما اندازه گیری بکنم و تکانش رو بهتون بگم در اون لحظه چقدره اما اون وقت هیچ قطعیتی از مکانش ندارم یا برعکس میتونم مکانش رو براتون اندازه گیری بکنم اما اون وقت هیچ قطعیتی از تکانش ندارم من نمیتونم حرفی در موردش بزنم خب این میبینید که یک فرق اساسی ساختاری بین مکانیک کوانتومی و مکانیک کلاسیک هستش خب حالا این مثالی که زدم در مورد الکترون شاید خیلی عجیب به نظرتون نیاد اما مثلا مثالی که اروین شرودینگر یکی از پیشگامان مکانیک کوانتومی میزد میگفت فرض کنید که من یه جعبه ای دارم و یه گربه دارم توش اینم یه گربه توپل توی جعبه من. خب و میگفتش که فرض کنید که یه مکانیسمی این تو وجود داره حالا من اون مکانیسم رو نمیدونم خیلی چه جوری جو باید بکشم اما یه مکانیسمی اون تو وجود داره که هر جور اندازه گیری اگر ما بخوایم بکنیم و ببینیم که حال این گربه یا این تو چطوره یعنی مثلا در حالت زنده هستش یا مرده هر جور اندازه گیری اگر بکنیم این مکانیسم قبلش فعال میشه و گربه رو میکشه مثلا به محض اینکه بخوایم در اینجا رو واز بکنیم قبلش این گربه کش میشه یا اگر بخوایم یه عکس مثلا اشعه ایکس بگیریم از جعبه این مکانیسم قبلش فعال میشه و گربه رو میکشه خب حالا قبل از اینکه ما بدون اینکه هیچ اندازه گیری بکنیم میتونیم بگیم گربمون زنده هستش یا مرده مکانیک کوانتومی میگه در مورد این سال هیچ جوابی نمیشه داد نه اینکه ما نمیدونیم یعنی اینکه اصلا جوابی در این مورد نمیشه داد و ما نمیدونیم که بدون هیچ اندازه گیری حالت گربه مرده هستش یا زنده یا به قول کسایی که مکانیک کوانتومی کار هستن گربه در یک سوپرپوزیشن یا برهمنهی از حالتهای زنده و مرده وجود داره که دقیقا بعد از اینکه ما اندازه گیری بکنیم به یکی از این حالت ها در میاد ممکنه مرده بشه یا ممکنه زنده بمونه خب میدونم که این خیلی گیج کننده است و واقعا هیچ جوری با تحلیل های کلاسیک این گفته جور در نمیاد و اگر هم شما یه خوره سردرگم شدید کاملا حق دارید ولی بیشتر که با هم بکنیم که کوانتومی یاد بگیریم این مسائل بهتر براتون جا میفته خب یک مثال دیگه در مورد مکانیک کوانتومی این هستش که مثلا یکی از کارهایی که میکنه میگه که اگر ما یک خاصیتی از یک جسم رو بخوایم اندازه بگیریم مثلا بخوایم همین اسپین یک الکترون رو اندازه بگیریم اسپین یه خاصیتی هستش که دو حالت داره یا اسپین بالا هستش برای الکترون یا اسپین پایین خب. اگر بخوایم اینو اندازه گیری بکنیم برخلاف فیزیک کلاسیک مکانیک کوانتومی به ما نمیگه که از قبل نتیجه اندازه گیری دقیقا چی هستش بلکه مثلا میگه که با یک احتمالی شما اسپین بالا را اندازه گیری خواهید کرد و با یک احتمال دیگه اسپین پایین مثلا ممکنه بگه که شما 50 درصد احتمال داره که اسپین بالا رو اندازه گیری بکنید و 50 درصد احتمال داره که اسپین پایین رو اندازه گیری بکنید اما هیچ وقت نمیتونه به طور قطعی برای یک اندازه گیری خاص به شما بگه که حاصل اندازه گیری تو مثلا اسمین بالا خواهد بود یا اسپین پایین خب در مورد این که چرا اینطوری هستش خیلی بحث بین دانشمند های مختلف بوده و مثلا بعضی از دانشمندها معتقد بودن که علت این که مکانیک کوانتومی نمیتونه به ما بگه یا پیش بینی بکنه که نتیجه یک اندازه گیری دقیقا چی خواهد بود و فقط میتونه یک سری احتمال رو برای پیش مختلف بیان بکنه این هستش که مکانیک کوانتومی یک علم کاملی نیستش و در حقیقت یک تئوری کامل تری باید وجود داشته باشه که بعدها شاید کش خواهد شد و در اون تئوری مثلا شاید ما ببینیم که یک متغیرهای پنهانی وجود دارن در جهان متغیرهای پنهانی وجود دارند. که اگر ما اون متغیرهای پنهان رو بدونیم به این علت به اسمشون گذاشتیم متغیرهای پنهان که الان ما هیچ دسترسی بهشون نداریم و اونقدر علم رو نداریم که بتونیم بفهم اینا چی هستن ولی اگر اون متغیرهای پنهان رو بدونیم اون وقت میتونیم از قبل بدونیم که در برای این سیستم خاص یا برای این الکترون خاص اگر اسمینش رو اندازه گیری بکنیم حاصل اندازه گیریم، اون بالا خواهد بود یا پایین بعضی از دانشمندان مثل انیشتین به این نظریه متغیرهای پنهان معتقد بودن و واقعا معتقد بودند که متغیرهای پنهانی وجود خواهند داشت و بعدها تئوری کاملتری از مکانیک و کوانتومی خواهد اومد که نشون خواهد داد اینها وجود دارن اما برخی دیگه از دانشمندان مثل بل بعدها اثبات کردند که متغیرهای پنهان حداقل به صورت محلی یا لوکال نمیتونن وجود داشته باشن و این یک قدم ما رو نزدیک تر کرد به اینکه واقعا مکانیک کوانتومی یک تئوری کاملی هستش با وجود همه پیچیدگی هایی که داره خب یه مثال دیگه بزنم براتون که یکی دیگه از پیچیدگی های مکانیک کوانتومی رو ببینید یکی از اتفاقات کاملا غیر کلاسیکی که توی مکانیک کوانتومی میشه دیدش پدیده تونل زدن هستش یا تونل زنی پدیده تونل زنی چی میگه میگه که مثلا فرض کنید که من یک صد انرژی پتانسیلی ایجاد کردم مثلا یک میدانی توی بخشی از فضای میدان الکتریکی ایجاد کردم که یک پتانسیل رو در یک بخشی از فضا ایجاد کرده و اون وقت مثلا من یک الکترونی دارم که پشت این صد پتانسیل داره حرکت میکنه و سطح انرژی این الکترون من خیلی کمتر از صد این صد انرژی هستش که جلوش گذاشتم خب طبق مکانیک کلاسیک یا تئوری کلاسیک چون انرژی این الکترون اون از اون صد انرژی که جلوش هست خیلی کمتره هیچ راهی نداره که این الکترون بتونه از این صد عبور بکنه و بیاد این طرفش قرار بگیره اما مکانیک کوانتومی نشون میده که با اینکه این انرژی خیلی کمتر از صد پتانسیلی هستش که سر راه الکترونمون گذاشتیم الکترون میتونه اصطلاحا تونل بزنه و از این صد پتانسیل عبور بکنه و با یه احتمالی توی پشت صدمون مشاهده بشه خب باز دوباره در مورد الکترون شاید خیلی عجیب به نظرتون نیاد این پدیده اما با این چی کار میکنید که مثلا من بهتون بگم که من اگر شروع بکنم خودم رو کوبیدم به دیوار برم کنار یه دیوار وایستم و خیلی آروم خودم رو بکوبم به دیوار و این کار رو بی نهایت بار انجام بدم مکانیک کوانتومی میگه که نهایتا من از دیوار رد میشم و اون ور دیوار ظاهر میشم فکر نکنم هیچ جمله ای عجیب تر از این تا حالا شنیده باشید و اگر کسی اینو بهتون بگه احتمال هم میگین که دیوانه هستش ولی خب واقعا از لحاظ مکانیک کوانتومی که به نظر میرسه یک تئوری کامل و درستی هستش این احتمال وجود داره ولی واقعا انقدر کوچیک این احتمال که اگر من تا آخر عمرم هم کنار دیوار وایستم و خودم بکوبم تقریبا احتمالش صفر هستش خب پیشنهاد میکنم که این کاری که گفتم رو خیلی امتحان نکنید چون کسی تا حالا هنوز نتیجه نگرفته امیدوارم که با این بحثایی که الان کردیم به اندازه کافی هیجان زدتون کرده باشم در مورد مکانیک کوانتومی اما در این حال امیدوارم که نترسونده باشم از یاد گرفتنش خواهید دید که ما جوری که شروع میکنیم از سادگی مکانیک کوانتومی اول استفاده میکنیم و یه سری مسائل ساده رو یاد میگیریم که حل بکنیم و بعد که یه کمی راه افتادیم به برمیگردیم سراغ مسائل مفهومی تر و سآلای فلسفی و شروع می کنیم به اونا جواب دادن خب توی کلاس درس بعد می بینم اتون خداحافظ